در خانواده های مذهبی بچه ها رو خیلی از اوقات از سر محبت وادار میکنن به نماز، از سر محبت وادار میکنن به حجاب. میگه مامان رو دوست داری؟ بابا رو دوست داری؟ یاره میام من میخوام نماز. خب منم تو رو دوست دارم میام نماز. خب یه خانواده مذهبی بچه هم به بابا و مامان علاقه داره، از سر علاقه رفتاری خوب انجام میده، بابا و مامان هم یادشون میره اینو ادب کنن. بعدش وقتی که 14 15 16 سالش شد یکمی سر گوشش جنبید، دیدی چیزای دیگرم دوست داره، به خاطر رفقاش میاد جلو همین پدر و مادر وای میسته، به خاطر هوس بازیاش میاد همین نمازم هم ترک میکنه. میگه بچه من خوب بوده حالا بد شد. شما همون زمانی هم که شما رو دوست داشت باید طبق ادب او رو بار می آوردی. مامان من تو رو دوست دارم، بابا من تو رو دوست دارم، الان میخوام بیام اینجا، نه، ادب شما اینه، شما باید الان این کارو بکنی. شما حسابت با من فرق میکنه، نه در ارتباط با تأسی درباره نماز. خب بله نماز رو مثل من بخون، اما ادب نماز رو بهش یاد بدیم. خب حالا چادرتو جمع کن کوچولوی من، یه 4 تا آداب تو خونه وضع کنیم به بچه بدیم. نگیم بچه‌م بذار راحت باشه من چادرشو خودم جمع میکنم. نه، بچه باید از 7 سالگی شروع کنه به مؤدب شدن، آیین نامه رفتار کردن. بچه من جلوی هر بزرگتری رسیدی دستو دراز نمی‌کنی، بزرگتر باید دستشو دراز بکنه بعد شما. ولی شما زودتر باید سلام بدی یا آقا تا میتونید ادب به بچه یاد بدید. اومدن خونه امیرالمومنین علی علیه السلام مهمون بودن با پدر و پسر، بعد حضرت آب ریخت دست پدر، دست پسر نریخت، فرمود پسرم دست آب رو بریز دست پسر. بعد برگشت به اون پسر فرمود که من نمیخواستم به تو بی احترامی کنم و ادب رعایت کردم، من چون برای پدرت آب ریختم احترام پدر تو با تو مساوی نیست، احترام پدر تو بیشتره، پس من برای تو آب بریزم تو و پدر تو مساوی گرفتم، پسرم برای تو آب میریزه، نمیخواستم به تو بی احترام کنم، خواستم به پدرت احترام بگذارم جلو چشمای تو. حالا راستی نگفتید ادب نسبت به پدر رو کی باید به بچه ها یاد بده؟ مادر. ادب به مادر رو کی باید به بچه یاد بده؟ پدر. هر دوتا الحمدلله کوتاهی میکنن، هر دوتا. بابا شما دعوا داری با مامانه، شما با خانومت دعوا داری، به بچه ها چی؟ بچه ها چرا باید آق بشن بیچاره بشن؟ این مامانشون کفر ابلیس هم که باشه، بچه باید بشه بی احترامی نکنه، به بچه بگو ببین حساب من با مامان دعوا داشتم فرق میکنه با تو، بلند شو جلوی مامان دست مامان تو ببوس، این فلان شو در رو. ببین دعوا هم داشتی به بچه بگو احترام مامانو حفظ کنه. من جالبه یه خونه هایی هستن زن بابا میاد خونه، مامان به بچه ها نمیگه بابا اومد بلند شی جلو باباتون. جالب نبود از نظر شما؟ خیلی عجیبه. و این مادره دوست داره پسرش دخترش خوشبخت بشن، اینجوری خوشبخت میشه، جلو باباش بلند نشده خوشبختم میشه. آره اروا همشیر عبوی، این به باباش احترام نذاشته، من بخواه خوشبختم بشه. پدر حواستون باشه ها، درسته مامان مهربونه، ولی این بچه اگه یاد بگیره به مامان ادب رعایت بکنه بچهت خوشبخت میشه، روزیش زیاد میشه. حالا مامان مظلومه، میگه حالا ول کن، همین که بچه‌م منو دوست داره کافیه. مامانا اینجوریه، بچه‌م منو دوست داره کافیه. اصلا کافی نیست مامان، بچه باید به شما ادب باید رعایت بکنه. ادب رو ادب مامان تو رعایت کن. وای چی میشه زندگی با ادب، خیلی ادب زیباست، خیلی زیباست. خب میتونید ادب به بچه یاد بدید، یه 4 تا آداب تو خونه وضع کنیم به بچه بدید. نگیم بچه‌م بذار راحت باشه من چادرشو خودم جمع میکنم، نه، بچه باید از 7 سالگی شروع کنه مؤدب شدن.